شهادم ولی توی چارمین علی، توی به نام نامیه علی، تو را ترانه می کنم. حضرت هادی علیه السلام نشسته بودن تو خونه خودش، بنی هاشم و بنی العباس تو این مجلس اجتماع کرده بودن. تو این که بر هدایتت هزار خضر تشنه لب، منم که آب زندگی طلب ز خانه می کنم. نه راه گم شود ز تو که چا خم شود ز تو، به یک نگاه چاره صدا مدانه کنم. یه شخصی از در وارد شد، این آقا سید نبود، کنار خودش حضرت علی جا داد، خیلی احترام کرد حضرت هادی سلام الله علیه در حضور این جمعیت. یک نفر از اون سادات بن العباس از عباسیین اعتراض کرد به حضرت، که آقا این کسی که از ما نبود شما به چه جایی رو بردید بالا دست ما نشوندید؟ فرمود این مرد دیروز با یکی از دشمنان ما در یک جمعی صحبت کرده، مباحثه کرده و توانسته با علمی که داره اون دشمن ما رو بشکنه. این عمل این مرد، نه خودشا، عملش، این عمل دیروز او در نزد خدا اشرف است از هر نسب شریفی. ماه شهر سامرایی تو آینه خدایی، ماه شهر سامرایی تو آینه خدایی، عشق حضرت جواد و نوه امام رضا. دلی اهل ایمان نمی ماند، همه مرتد می شدند در زمانی طولانی غیبت اگر آنها نبودند. علمایی که زنده نگه می دارند یاد قیام کننده ما را و رهنمون می شوند دلهای مردم را به سویش و مدافع دین هستند با حجتهای الهی و رهایی بخش بندگان ضعیف از دامهای ابلیس و پیروانش و از دامهای دشمنان ما. آنها هستند که رهبری می کنند دلهای شیعیان ضعیف را، آنچنان که راهبری کند ناخدا سکان و فرمان کشتی را. آنان والاترین بندگانند در نزد خدا. امام هادی علیه السلام چنین فرمودند. تعبیر امام هادی اینه، آشتی دادنه، ایتیمی در میاد طرف، یک نفر رو بیاری آشتی بدی با امام زمان. این رو نفرمودن وظیفه عده خاصیه که علما، من کسی که دانش این کار رو داره. فرمودن راوی حدیثی که قلوب شیعان ما رو سفت کنه افضل از هزار عابده. شما یه کار کن، یه شیعه در دام شبه گرفتار شده از شبه نجات پیدا کن، یه قدم به امام زمانش، به پدر رؤوف امت، به پدر رحیم امت، به پدر مهربان امت نزدیک. هر کسی یک قدم بردارد که یک نفر یک سانتیمتر نزدیک شه به امام زمان، اولئک هم الافضلون عند الله. اگر یک نفر را به او وصل کردی برای سپاهش به سردار یاری، به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری، و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یار. این گونه باید تربیت بشیم ما، این گونه باید بشیم که در همه جا از امام زمانمون محافظت کنیم، در همه جا از امام زمانمون پاسداری کنیم، تبلیغ کنیم، ترویج کنیم، مردم رو تشویق کنیم. این زمان مخصوصا توجه بدیم مردم رو به دعای بر فرج امام زمان، انتظار امام زمان، مردم رو حواسشون رو جمع کنیم از این غفلت هایی که در این دنیای این آخر الزمان و وانفسا شده، مردم رو متوجه کنیم. نسیم کرامت وزیدن گرفته و باران رحمت چکیدن گرفته،
مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رؤوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران مهدی، به حال نیاز و قنوت نمازش، به سبحان 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 مهدی، به برق نگاه و به خال سیاهش، به عطر ملیح گریبان مهدی، به حج جمیلش، به جاه جلیلش، به صوت حجازی قرآن مهدی، به صبح عراق و شبانگاه شامش، به آهنگ سمت خراسان مهدی، به جان داده های مسیر عبورش، به شهد شهود شهیدان مهدی، مرا دائم الاشتیاقش بگردان، مرا سینه چاک فراقش بگردان، تفضل بفرما بر این بنده بی سر و پا، مرا همدم و محرم و همرکاب سفرهای سوی خراسان و شام و عراقش بگردان. یا مهدی، کاش بمانم به انتظار، بخوانم به استراب، تا که ببینم ظهور را. مددی